احترام زمانی حقیقت داره که من شناخت درستی داشته باشم باز برمیگردیم تو اون جایگاهی که باید خوب بشناسم تا خوب عاشق بشم و چون خوب میشناسم خوب عاشق میشم خوب سمره میدم یعنی خوب میتونم احترام بگذارم در زمان ما که جوانتر از شما هستیم یادم هستش که ما که اون موقع اکثر خونه ها روی فرش می هرگز اجازه نداشتیم جلوی بزرگترامون به طور خاص پیران ما پاهامون رو دراز کنیم و نمیدونستیم چرا ولی خب میدونستیم چون پدر بزرگ مادر بزرگ این کار زشته اما معنی حقیقی این رو نمیدونستیم شناخت درستی نداشتیم و یا اینکه بحث با بزرگان نکنیم با پیر خانواده پیر فامیل حتی اگر درست هم نمیگفت شاید درست نمیگفت و حتی باعث آسیب زدنم یه موقع میشد چون درک درست نداشتیم فکر میکنیم نباید بحث کنیم و هرچی میگه گوش میکردیم خب به نوعی قابل درک هستش حتما باید کلام خداوند ما را تشویق میکنه به چه؟ چهار نوع احترام احترام به خودم احترام به خانوادم به خلق و احترام به خدا